دوستان سلام، امروز قراره یه سوپ خوشمزه و مقوی درست کنیم. این سوپ انقدر خوشمزه است که من مطمئنم اگه درستش کنید قطعا یکی از سوپ‌های مورد علاقتون میشه. پس اگه آماده اید بریم که با هم دیگه درستش کنیم. برای درست کردن این سوپ خوشمزه 50 گرم معادل نصف پیمانه جوپرک رو با کمی آب خیس می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. سبزیجاتی که برای این سوپ نیاز داریم شامل 3 تا سیب زمینی، 2 تا پیاز، 2 تا هویج، 3 تا گوجه، 2 حبه سیر و 2 تا فلفل سبز شیرین. اول از همه 2 تا دونه پیاز داریم که اونا رو ریز خردشون میکنیم. کمی روغن و پیازهای خرد شده رو داخل قابلمه میریزیم. نصف سینه مرغ رو اضافه میکنیم و همراه پیازها کمی تفت میدیم. تو این مرحله 2 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و مرغ رو همراه این ادویه ها تفت میدیم تا مزه دار بشه. حالا بقیه سبزیجات رو که پوستشون رو گرفتیم خرد میکنیم. سبزیجات خرد شده رو توی قابلمه می‌ریزیم و همه مواد رو با هم کمی تفت می‌دیم. حالا 1.5 لیتر آب جوش توی قابلمه می‌ریزیم و با حرارت کم حدود 45 دقیقه زمان می‌دیم تا مرغ و سبزیجاتمون به آرومی بپزن. 45 دقیقه گذشته، حالا مرغ رو از توی قابلمه در میاریم و می‌ذاریم که خنک بشه. بعد سبزیجات رو به کمک گوشکوب برقی میکس می‌کنیم. بعد از اینکه سبزیجات رو میکس کردیم، حالا جوپرک رو که از قبل خیس کرده بودیم به سوپ اضافه میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن زرشکه. به اندازه 2 قاشق غذاخوری زرشک شسته شده رو تو این مرحله به سوپمون اضافه میکنیم. در قابلمه رو میذاریم و میریم که مرغ و سبزی سوپ رو آماده کنیم. حالا دیگه مرغمون کاملا خنک شده. گوشت رو از استخون جدا میکنیم و ریش ریش میکنیم. و در آخر یه دسته جعفری و گشنیز تازه رو به صورت ریز خرد میکنیم. در مرحله آخر مرغ ریشی شده و سبزی خرد شده رو به سوپ اضافه می‌کنیم.
حالا دیگه وقتشه که نمک سوپ رو بچشیم و اندازه کنیم. سوپ من به کمی نمک احتیاج داشت که اضافه کردم. سوپمون دیگه تقریبا آماده است. در قابلمه رو میذاریم و 10 دقیقه زمان میدیم تا با حرارت کم حسابی جا بیفته. حالا دیگه سوپ خوشمزه‌مون آماده است. اونو از روی حرارت بر میداریم. امیدوارم که این سوپ خوشمزه رو با عشق بپزید و با شادی نوش جان کنید. اگه دوست داشتید نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. از شما ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. Thank you.